استاد محترم، سوالی که از طریق واتساپ بر ما رسیده بود است که شخص مریض شده بود، شخص صحتمندی که در نزدیکش بود گفت به من نزدیک نشو. شخص مریض پرسانگت گفت چرا؟ گفت که چون مریض هستی به من سرایت میکنه مریضید. آیا این درست هست یا خیر؟ بله، این سوال تفصیلی هست. بله. در مشکات شریف در صفحه تقریبا یعنی 489 دمی قریب یزید روایت هست از رسول معظم اسلام علیه السلام که حتی با یک کسی که به مرض پیس مصاب بود پیامبر علیه السلام به او دست ندادن و یک کسی که به مرض پیس مصاب بود از راه می آمد مسلمان می شد با پیامبر بیعت می کرد، پیام فرستاد که بیعت ما با تو شد، او را بگو برگرده. و دیگر پیامبر علیه السلام گفت که شما در شهری که وبا باشه با آنجا نروین و در شهری که وبا می آید و هستین از آنجا فرار نکنین. شما قدر مشترک چی هست؟ جایی که روایاتی که رد میکنه ایران نگه امراض متعدی نیست، امراض تفاوت داره. بله، امراض مرضها تفاوت داره. تحقیق امروز ایره ثابت کرده، ولی این تحقیقات چقدری که پیش بروه کذب روایات نمی آید، در روایات کدام اشکالی نمی آید. پیامبر بزرگوار علیه السلام کسانانی را گفته هست که ایمانشان قوی و محکم و مضبوط هست و بری از آنها این روش برشان گفت، آنها از الله ذوالجلال میبینند، خالق بیماری الله است، سرایت چم ذریعه الله است، یقین و باورشان به الله متعال کامل است. و کسایی که ضعفیت داشتند در یقینشان، یقینشان ضعیف بود، بری از آنها پیامبر علیه السلام این شیوه دومی را بری از آنها فرمود که شما از اینها دوری بکنین تا که یقین و باورشان ضعیف است، آنها مؤثر مرض ندانند. ما مؤثر خالق مرض میدانیم که الله ذوالجلال هست. و در میان این مسئله خیلی علما فرقی متعدد قائل شده اند که انواع بیمارها ساری هست و انواع بیمارها ساری نیست. و کسایی را که منع کرده هست یقینشان ضعیف بودن و در جاهایی که پیامبر علیه السلام اجازه داده است حتی نان خورده هست، اونجا دلالت میکنه بر قوت یقین. اونها باور داشتن که سرایت در مریضی نیست بلکه تاثیر در خالق مریضی هست. ما باید چنین عقیده و روش اختیار بکنیم. بسیار عالی.